با تأسیس حکومت زندیان، اوضاع اجتماعی حاکم بر جامعه شهری شیراز متأثر از سیاست‌گذاری‌های هیئت حاکم به دوره جدیدی وارد شد. این تنوع اجتماعی سبب برخی تحولات در جامعه پایتخت شد. یکی از مهمترین این تحولات در این دوره شکل‌گیری محله خراباتیان و فعالیت زنانه روسپی در آنجا بود. کریم خان زند پس از اینکه شیراز را پایتخت خود کرد، برای آبادانی آن تلاش‌های زیادی کرد. وی علاوه بر بازسازی و نوسازی بعضی از عناصر کالبدی شهر، به برخی امور عمرانی از جمله ساخت باغ، کاروانسرا، حمام و مسجد نیز پرداخت. این قبیل اقدامات خان زند در راستای سیاست اجتماعی وی صورت پذیرفت. یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی که رابطه وی را با طرح اجتماعی شیراز نشان می‌دهد، تشکیل محله خراباتیان و فعالیت زنان روسپی و رقاصه در شهر شیراز عهد زندیه بود. مردم ایران به طور عام و مردم شیراز به طور خاص دارای نوعی رویکرد مذهبی بودند که این گونه رفتارهای اجتماعی را نمی‌پذیرفتند. اما با وجود همه این مسائل اجتماعی و فرهنگی، فعالیت مزبور در شیراز عهد زندیه رونق یافت. در ادوار مختلف تاریخی برای اشاره به محل فعالیت زنان بدکاره، عنوانهای متفاوتی به کار رفته است. در دوره آل بویه از این اماکن به عنوان فاحشه خانه یا خانه زنایی یاد می‌کنند. در دوره ایلخانی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی واژه خراباتیان را برای این نوع مکان‌ها به کار برده است. در دوره شاه طهماسب این نوع محلات و اماکن با واژه‌های بیت اللطف و یا دار اللطف معرفی می‌شدند. شاردن محل زنان بدکاره را برای اینکه نقاب بر چهره خود نمی‌گذاشتند بی‌نقابان می‌نامید. اما در دوره مورد بحث، یعنی دوره زندیه، منابع برای این نوع فضای اجتماعی از واژه خراباتیان استفاده کردند. بررسی ها نشان می دهد وجود اماکنی برای فعالیت زنان بدکار در تاریخ ایران و شهر شیراز موضوع جدیدی نبوده است، زیرا به گزارش مقدسی در احسن التقاسیم در دوره تسلط آل بویه بر شیراز فاحشه خانه ها آزادانه فعالیت می کردند و مراجعان زیادی نیز داشتند. وی اشاره می کند که فاحشه خانه ها در شیراز با جواز رسمی آشکار و پذیرفته شدند و مردم همانند گرمابه بدانجا آمد و شد دارند. این اماکن در عهد ایلخانان نیز در شهرهای مختلف از جمله در خود شیراز فعالیت می‌کردند. در دوره صفویه که حکومت بر پایه فقه شیعه اعلام موجودیت کرده بود، نشانه‌های زیادی مبنی بر وجود این پدیده دلالت می‌کنند. در همین رابطه آدام اولاریوس اشاره می کند که در تمامی شهرهای ایران غیر از اردبیل فاحشه خانه ها به طور رسمی وجود داشتند. همین منبع به بازار شبانه غیر متعارفی از همین دست زنان در شهر قزوین نیز اشاره می کند که رونق فراوانی داشته است. به طور کلی ایجاد و گسترش این محله را می باید در چهارچوب سیاست کلی کریم خان مبنی بر بهسازی ساختاری شهر و رونق اقتصادی مبتنی بر الگوی سنتی شهر شیراز ارزیابی کرد. اما به طور خاص بنا به گزارش رستم الحکما، کریم خان برای کنترل گروگان‌های سیاسی که از طوایف شورشی بودند و در شیراز اسکان داشتند، اقدام به ایجاد محله خراباتیان کرد. در واقع او سعی داشت از این طریق قدرت طلبی گروگان‌های سیاسی را خونسا کند. در این زمینه اینگونه می نویسند که خان زند حدود 5,000 الی 6,000 نفر در این محله جای داده بود. ناگفته آشکار است که با وجود پذیرش اصل مطلب از رستم و تواریخ، باید در رقم ارائه شده به دیده تردید نگریست. مصحح تاریخ نگارستان ساخت محله‌ای مخصوص روسپی ها از سوی کریم خان را به نوعی توجیه می کند و سعی دارد از این اقدام وی حمایت کند. او اشاره می کند زنانی که مایل به شوهر کردن نبودند در این محله فعالیت می کردند و مردان بی زن از آلودگی به گناه دور بودند. او با روی کردی متفاوت به احیای این محله و فعالیت های آن در شیراز می پردازد.
وی فعالیت روسبی ها را شادی بخش و پرکننده اوقات فراغت مردان و زنان مجرد می داند. علیرضا شیرازی مؤلف تاریخ زندیه نیز به نقل از سر جان ملکم موضوع کریم خان را نسبت به ایجاد محله خراباتیان خوب جلوه می دهد. او اشاره می کند که کریم خان با وجود اینکه شخصی معتقد و مذهبی بود اما در کار مذهب سختگیر نبود و به راحتی و شادی رایای خود اهمیت می داد. از این رو شبها به پشت بام می رفت و اگر صدای ساز و آواز و اسباب عیش و طرب می شنید از شادی مردم خوشحال می شد و شکر خدای را به جا می آورد و اگر شبی کمتر آوای چنگ و نای می شنید متأثر می شد و می گفت پیداست که امروز وزیر و کلانتر بر رعایای ما سخت گرفتند. سپس به امور آن محله رسیدگی می کرد و خود برای شاد کردن آن محله اقدام می کرد و نوازندگان را مأمور می ساخت که در آنجا بنوازند. این رویکرد خان زند مورد تایید منابع دیگری نیز هست. این گزارش ها نشان می دهد که تشکیل محله خراباتیان از سوی کریم خان با وجود اینکه مخالفان زیادی از جمله علما و روحانیت داشت تا حدودی به خواست بخشی از مردم بوده است. در بررسی دلیل این نوع اشتیاق باید به گذشته اجتماعی مردم ایران نیز توجه کرد. در سالهای قبل از تشکیل قدرت زندیه، حمله افغانها و به دنبال آن سقوط حکومت صفویه سبب بروز اوضاع نابسامان اجتماعی و اقتصادی شد و به بی‌خانمانی زنان بسیاری در شهرهای مختلف ایران منجر گردید. مردم تحت تابع قدرت زندیه با چنین پیشینه اجتماعی وارد دوره صلح و آرامش شده بودند. لذا با احتیاط بیشتر و نه به طور قطع میتوان اشتیاق و استقبال جامعه زندیه را از فعالیت خراباتیان در شیراز با مشکلات روحی و اجتماعی گذشته آنها مرتبط دانست. امری که شاید برای این مردم ستم دیده که بعد از ورود افغانها به ایران کمتر روزگار خوشی را سپری کرده بودند میتوانست شادی بخش باشد. آنچه در این ارتباط اندکی مایه تردید و پرسش است، عدم درج واکنش علما و روحانیون نسبت به این اقدام است. در پاسخ به این پرسش میتوان چنین آن را تحلیل کرد که کریم خان اگرچه به امنیت جانی و مالی روحانیت توجه داشت اما دخالت آنها در تصمیم گیری های مهم و دنیای سیاست به شدت کاهش داده شده بود. مورخان دلیل دیگری نیز برای ایجاد محله خراباتیان و استقلال مردم از آن ذکر می کنند. بنا به این گزارش امنیت، آرامش و ثروتی که در عهد کریم خان نصیب مردم شده بود، تمایل آنها را برای رفت و آمد به چنین محله و خوشگذرانی بیشتر می کرد. به زبان ساده تر، در نتیجه تجمل و آرامش خاطر، مردم بیشتر به سمت لذت گرایی و شادی گرایش یافتند. آنها با عیش و طرب، شراب و تماشای رقص زیبارویان خود را مشغول می کردند. برخی جانشینان کریم خان در شرب خمر و گذراندن وقت خود به خوشی و شادی دست کمی از خود کریم خان نداشتند. با این تفاوت که خان زند هیچگاه در این کار آنقدر پیش نرفت که او را از اداره امور کشور غافل کند، اما جانشینانش خلاف او بودند. کریم خان فقط به ساخت محلی برای روسبی ها اکتفا نکرد. او که باور داشت سربازان در هنگام نبرد به خصوص نبردهای طولانی از خانه و کاشان دور هستند و ممکن است از فرط شهوت به زنان سایر مردم در مسیرشان و یا جاهایی که اتراق می کنند تعرض کنند، همیشه به همراه اردوهای خود گروهی از روسپیان را به همراه داشت تا به وسیله این زنان شهوت سربازان خود را کنترل کند. همچنین هنگام هموار کردن بلندی‌های شیراز برای ساخت عمارت‌های مورد نظر به دستور وی مطربان و رقاصان و شاهدان در آنجا حضور یافته بودند تا با دادن روحیه شادی و خوشی به کارگران آنها را به کار ترغیب کنند. کریم خان با نزدیک کردن کارگران و بنایان به خرابات خانه ها و مرتبط ساختن آنها با روسبی ها در کوتاه مدت نتایج خوبی کسب می کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی.
به سخن دیگر، خان زند با این اقدام کارگران را از نیاز جنسی فارغ می کرد و این امر به نوبه خود سبب تمرکز بیشتر آنها به کار و ساخت و ساز می شد. بنابر نقل منابع، عامل اقتصادی نیز در بنیان این محله نقش داشت. یکی از درآمدهای اصلی مالیاتی دولت، مالیات محله زنان بدکاره بود که درآمد و مالیات سنگین آن نقش ویژه‌ای در اقتصاد شهر شیراز داشت. گزارش‌های منابع نشان می‌دهد که محله خراباتیان تشکیلات و قوانینی داشته است. این محله پزشک و داروساز داشت و همچنین خدمه‌هایی در آنجا کار می‌کردند. محله رئیسی داشت که بر کار اهل آن نظارت می‌کرد. البته زنان روسبی که دارای ویژگی‌های جسمی جذاب‌تری بودند، طبیعتاً سهم اقشار ثروتمندتر می‌شدند و هرچه این جذابیت کمتر می‌شد، دسترسی طبقات فروتر و به ویژه کارگران به آنها ساده‌تر می‌شد. بنابراین کارکرد این محله به نحوی بود که تقریباً همه اقشار علاقمند می‌توانستند به نحوی از آن بهره گیرند. با این حال مشخص است که روسپی‌ها و رقاصه‌های زیبارو بیشتر از سوی ثروتمندان و دولتمردان، به خصوص خود کریم خان، به خانه دعوت می‌شدند. زیرا دعوت آنها به خانه خرج زیادی داشت و مردان بازاری خرد و فروش از عهده این مهمانی‌ها بر نمی‌آمدند. مثلا شبی در مجلس بزم و رقص کریم خان مشاهده کرد که یکی از رقاصه ها ناراحت است. دلیل را جویا شد. آن رقاصه عنوان کرد مردی سبزی فروش بازاری بر اون نظر دارد و با جمع کردن مقداری پول بعد از مدت ها پس انداز از وی درخواست کرده بود امشب به خانه او برود. اما ماموران دولتی او را به زور به محفل خان آوردند، در حالی که او دل در رفتن به خانه آن مرد بازاری دارد. کریم خان نیز دستور داد مقداری پول و شراب به آن زن بدهند و او را به خانه آن مرد بازاری ببرند. خود کریم خان روابط مردان با زنان را میپسندید، اما خیانت و هرزگی و لودگی را در این زمینه نمیپسندید. مثلا زن یکی از قاپوچی باشی ها رئیس دربان شاهی عاشق طاهر میرزا، خواهرزاده کریم خان شده بود. در نهایت نیز با نیرنگی جوان را به خانه خود کشانید و در هنگام معاشق شوهرش از راه رسید. طاهر خان قاپوچی باشی بدبخت را با ضربتی به زمین انداخت و به معاشقه خودشان ادامه دادند. قاپوچی باشی به کریم خان شکایت کرد. خان بیان کرد زن تو با همه سر و سری دارد. بهتر است او را طلاق دهی، من خودم برایت زنی عفیفه اختیار می کنم. کریم خان که از عمل بیشرمانه خواهرزادش ناراحت شده بود، او را تا دم مرگ کتک زد و دولت مردان زمانی توانستند طاهر خان را نجات دهند که به خان گفتند او مرده است. البته باید به این نکته اشاره کرد که کریم خان احتمالاً در ایجاد این محله انگیزه های صرفاً شخصی نداشته است. بدین معنا که احداث این محله تنها مبتنی بر تمایلات کریم خان نبوده است، زیرا او حاکم مطلق بود و هرچه اراده می کرد برایش فراهم بود. با توجه به نوع نگاه هر کدام از این منابع می توان آنها را در سه بخش شامل منابع دوره زندیه، منابع دوره قاجاریه و سفرنامه های گردشگران اروپایی دسته‌بندی کرد. منابعی که در دور زمان زندیه تا قاجاریه نوشته شده اند، با نوعی نگاه همدلانه به این پدیده اجتماعی پرداختند. محمد هاشم آصف، معروف به رستم الحکما، مؤلف رستم التواریخ، اثر خود را در دوره زندیه و ادامه آن را در دوره قاجار تألیف کرده است. او با داوری مثبت به موضوع مزبور می‌پردازد. وی احیای این نوع فعالیت‌ها را که با قوانین مذهبی در تضاد بود، نوعی لطف کریم خان در حق مردم و سپاهیانش می‌داند. نویسنده معتقد است خان زند برای شادی مردم و برای خونسا کردن اقدامات احتمالی گروگان‌های سیاسی در شیراز دست به چنین اقدامی می‌زند. مؤلف تاریخ گیتی گشا نیز از دیگر مؤلفان دوره زندیه است که به موضوع فاحش خانه ها اشاره دارد. وی از این قاعده همدلان مستثنا نبود است و فعالیت روسپیان شیراز را در ساخت پایتخت و عناصر جدید شهری مؤثر می داند. او جذابیت روسپیان و استفاده جنسی بناها و کارگران را عامل مؤثری در روحی آنها می داند. در دوره قاجاری نیز با رویکردی ارزشی به این موضوع پرداخته شده است، اما نوع نگاه نویسندگان این دوره با دیدگاه منابع دوره زندیه کاملا متفاوت است.
در این عهد خلاف دوره زندیه به طور غالب و نه مطلق این نوع فعالیت اجتماعی تقبیح شده است. البته نوع نگاه مورخان این دوره نسبت به این امر اجتماعی در دوره زندیه لزوماً بیانگر اصلاح اخلاقی جامعه قاجار نیست، بلکه این نوع دیدگاه منفی نسبت به زندیان از رقابت‌ها و اختلافات سیاسی دیرینه خاندان قاجار با خاندان زند نیز سرچشمه می‌گرفت، زیرا از یک سو همواره حرمسراهایی از پادشاهان قاجاری و زنان حاضر در آن از سوی مورخان همین دوره ثبت شده است، از سوی دیگر موضوع خراباتیان شیراز در دوره زندیه تنها موضوع مذمت شده از سوی مورخان دوره قاجار نیست و چه بسا دیگر گزارشات همین مورخان در ارتباط با زندیان همواره با دیدگاه منفی همراه بوده است. دسته سوم از منابعی که به موضوع خراباتیان شیراز و موضوعات مربوط به آن در دوره زندیه اشاره کردند، سفرنامه‌های گردشگران اروپایی است. این منابع کمتر با نگاه ارزشی به بررسی این پدیده پرداختند. در واقع منابع مزبور بیشتر با بی‌طرفی به موضوع خراباتیان اشاره کردند. از جمله این گردشگران در این دوره ادوارد اسکات وارینگ است که به میزان درآمد بالای این گروه اشاره دارد و به دسته‌بندی این زنان مطابق با میزان درآمدی که داشتند اشاره می‌کند. اگرچه پرداختن به مقوله زنان روسپی بنابر سرشت اجتماعی خود همراه با فقر شدید منابع در تاریخ ایران است، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد پدیده فعالیت زنان بدکاره و اماکنی برای عرضه این خدمات در جامعه ایران امری مسلم و قطعی بوده است که شواهد متعدد از جمله اشاره متون تاریخ نگاری ایرانی و سفرنامه اروپاییان به ایران به خصوص در عصر صفوی گویای این حقیقت است. این سابقه شامل شهر شیراز تا پیش از برآمدن حکومت زند نیز می شد. حکومت زند میراثدار حکومت صفویه بود. به همین خاطر پدیده زنان روسپی که امری اثبات شده در عصر صفوی است به این دوران نیز منتقل می شود.